خب از کردم این قصه های مصنوی بعضی موقع ها با وجود کوتاه هستند کل سرگذشت و یا سرنوشت ما رو در همین جهان مادی نشون میده و با توجه به اینکه روی این قصه دوستانمون کار کردن و پیغام دادن در برنامه های تلفنی خواستم دوباره مختصرا این قصه رو توضیح بدم خدمتتون در این قصه یه امیر هست که نماد من ذهنیه یه غلام هست که اسمش سنگوره و این علست ماست یعنی همون زندگی که یا خداییتی که در اون ور از اون ور اومده یکی هم آلتون هست که در واقع باید بگیم کلفت خانواده است و خود همین قصه نشون میده که وقتی ما به عنوان امتداد خداوند میاییم به این جهان و همانیده میشیم با چیزهای آفل و من ذهنی تشکیل میدیم چه اتفاق میفته اتفاقی که میفته این است که این من ذهنی میشه امیر و ما به عنوان امتداد خدا یا الست میشیم غلام زیر دست من ذهنی کار میکنیم من ذهنی زندگی ما رو اداره میکنه سلطه بر ما داره و اونجا یه آلتونی هم هست که اونم از جنس زندگیه پس اینجا دو تا به اصطلاح بازیکن است که سنگور و آلتون از جنس زندگی هستند امیر هم از جنس من ذهنی هست اما امیر در این قصه پس از یه مدتی متوجه میشه که واقعا این لحظه وجود داره و باید حمام کنه حمام یعنی چی یعنی این درده هاشو و همانیدگی رو شست و شو بده بنابراین بانگ شدیدی میزنه یک نهیبی به خودش میزنه و این نهیب سنگو رو از خواب بیدار میکنه که همین الست ماست و من فکر میکنم که در هر کدوم از ما که به این برنامه توجه می کنیم امیر که فهمیدن در سطح ذهنه به اندازه کافی درد کشیده که بانگ بزنه ای اصل من بیدار شو باید بریم حمام میر شد محتاج گرما به سحر میر یعنی امیر بانگ زد سنگور حلا بردار سر پس فهمیدیم میر کیه میر همون من ذهنیه که زندگی ما رو تا موقعی که بیدار شدیم و فضا رو باز کردیم زندگی ما رو اداره کرده ولی شما نگاه کنید که بیشتر مردم همچو بانگی نمیزنند سیر نمیشن از درد و خرابکاری زندگی خودشون و دیگران یا آگاه نیستند میر شد محتاج گرمابه سهر سهر یعنی این لحظه فاصله بین تاریکی و روشنایی ولی هنوز شب بانگ زد بلند سنگور که گفتیم امتداد زندگی اصل ماست الست ماست حالا یعنی آگاه باش و شادی داره میاد حالا از عداد شادی هم هست بیدار شو خب این بیت در شما عمل شده شما در سطح ذهن به عنوان امیر من ذهنی تا زندگیتون اداره کردین کلی خرابکاری کردین داستان ساختین در ذهنتون باور کردین بر حسب سبب سازی کار کردین درسته علت و معلول کردین حرف زدین خودتون رو جسم کردین مقایسه کردین برتر در اومدین کهتر در آمدین عذاب کشیدین درد ایجاد کردین دردها آیا به جایی رسیده شما به س... به یه سطح آگاهی رسیدین که الان محتاج شستشو هستین از خودتون سوال کنید هر کسی در درونش باید بگه که من الان باید حمام برم ولی میدونه که حمامی که خودش بلد بره قصر سلیمان نیست مثل بیرونیه. مثلا حمام بیرونی مثلا حمام کردن من ذهنی اگر خودش بره میخواد رو عوض کنه یا یعنی باورای بهتری پیدا بکنم یعنی من ذهنی رو نگه دارم در نتیجه مولانا ببینید چه جوری شروع میشه میکنه میگه اگر در سطح ذهنی ما به جایی رسیدیم که فهمیدیم بسیمون دیگه نمیخوایم خراب کاری کنیم من دیگه زندگی خودم و تن خودم خراب کردم خانواده خودم هم خراب کردم جامعه هم خراب کردم و این همه ضرر به خودم و دیگران زدم بس دیگه الان باید خودم رو از همانی دیگه ها و درده شست و شوب بدم الان من سوالم از شما اینه آیا امیر شما که تا حالا زندگی رو خراب کرده و اداره کرده الان حس میکنه که محتاج گرمابه هست در این لحظه جواب بدین اگر حس میکنید محتاج شست و شوی همانیدگی ها و درده ها هستین یه بانگی بلند میزنین یه نهیبی به خودتون میزنین که سنگورتون علستون، از خواب همانیدگی یه لحظه فاصله میگیره بردار سر یعنی بیدار شد سنگل شما الست شما با این نهیب شما با بلند شما الان بیدار شد فهمید که حداقل در حد فهم که تا حالا من ذهنی زندگی ما رو اداره کرده و الست باید بیدار بشه و باید بره حمام الان میفهمیم که حمامی که سنگور میشناسه کجاست حمامی که امیر میشناسه کجاست امیر را میفته بره به حمام معمولی که از کردن حمام معمولیش هم عوض کردن عادت ها عوض کردن باورها و غیره است پس سنگور بیدار میشه بهش میگه که تاس و مندیل و گل از آلتون بگیر تا به گرما برویم اینا گذیر پس شما به عنوان امیر یعنی من ذهنی در این به الستون میگین که وسایل حمام و که تاس آب بریزیم سرمون خب این تاس میتونه فضای گشوده شده باشه مندیل میتونه حوله باشه یا برای پوشوندن اون فضای گشوده شده باشه خوش کردن باشه گل سرشور یعنی سرمون رو از باورها بشوریم از دردها بشوریم آلتون که از جنس زنه اون لطافت ماست همه نشان فضاگوشایی ماست میگه تاس وسایل حمام و خلاصه از لطافت خودت از فضاگوشایی خودت بگیر از زندگی بگیر وسایل حمام ما صبر فضاگوشایی پرهیز درسته و خیلی چیزها که در اینجا قید شده وسایل حمام تعنیه دانستن خیلی از عادات من ذهنیه ما مثلا میشناسیم که درده های من ذهنی و سبب سازی ذهنی وسایل حمام نیستند اگر میخواستیم مثلا وسایل حمام معمولی بگیریم باید از امیر میگرفتیم پس از آن دیگه از آلتون بگیر تا به گرما برویم پس امیر فهمیده باید بریم گرمابه اصلش هم بیدار کرده با یه بانگ بلند ای ناگزیر ای ناگزیر شما حس میکنین ناگزیر هستین باید حمام برین باید دردارو بشوییم با گل سرشور سرتونو بشوییم با این حوله نذاریم مردم اسرارتون رو ببینن وارد فضای شده شده شما برن بشن. معنویت شما رو له کنن کما این که بعدن اشاره میکنه مولانا مواظب جمع و صاحب منصب باش چون بعدن میگه که امام و قوم همه از مسجد بیرون اومدن تو چرا اون تو موندی؟ چرا تقلید نمی کنی؟ چرا جمع روی تو اثر نداره؟ چرا به من نمیگی چه کسی تو رو اونجا نگه داشته توجه کنیم حمامی که سنگور انتخاب میکنه فضای گشوده شده است و الان خواهیم دید چی میگه به امیر پس تا حالا من فهمیدیم که ما به عنوان امتداد خدا سنگور که فعلا غلام نوکری چه اختیاری نداره باید حمام کنه شما همچون ناچاری رو در خودتون میبینید که اولین کاری که به ناچار باید انجام بدیم باید همانیدگی ها و دردها رو در حمام فضای گوشاد،, گوشاد، شده بشورین و وسایل هم از آلتون بگیرین که لطافت خود شماست فضا گوشهای خود شماست سنگور آنده معتل نمیکنه سنگور میبینین همین یه بیدار شد پس میبینید که در, در سطح فهمیدن این که میگیم ترکیب ترتیب تکرار 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 ما نیاز به حمام رو به عنوان امیر میفهمیم ما تا حالا امیر بودیم مگه امیر نبودیم اختیار داشتیم در ذهن انتخاب کنیم بر حسب دیدن با همانیدگی ها و سبب سازی و هر کاری دل خواست کردیم هیچ گونه سن و غذا و کنفکان نبوده با مقاومت و غذاوت تمام خرابکاری خودمون انجام دادیم سنگور هم در خواب زن بوده الان سنگور بیدار شد سنگور آن دم همین که امیر متوجه این شد آیا شما هم حاضرین این لحظه تاس و مندیلی نکو نکو کاسه و هوله یه مندیل میدونید مندیل یعنی حوله در اینجا یا مثلا چیزی که رو آدم روش پاک میکنه یا میبنده به خودش که اورتینش رو بپوشونه بعد خودش رو باش خوش کنه منتها نکو نکو یعنی از زندگی گرفته سنگور آن لحظه تاس و مندیلی نکو برگرفته از چی از آلتون از خود زندگی و رفت با او دو به دو دو به دو یعنی یکی ناظر بود که سنگور بیدار شده یکی هم امیر یعنی الان نگاه کنید شما در, در, در درس هم داشتیم که نظر خداوند به شاهده و ناظره از سنگور از خواب بیدار شد شد ناظر در امیر رو نگاه میکنه ولی هنوز هیچ قوتی نداره و امیر هم گفته که به ناچار باید بریم حمام درسته برگرفت و رفت با او دو به دو دو به دو یادتون باشه یکی ناظر که سنگور ن... حالا یکی هم خود امیر که من ذهنی شما به عنوان ناظر و من ذهنی داریم میریم به حمام درسته خب حالا به محض اینکه راه میفتن راه حمام یک دفعه در راه مسجدی رو میبینن این مسجد همین فضای گشوده شده است گرچی که قصه میگه مسجدی بر ره بود و بانگ سلا آمدن در گوش سنگور در ملا بود سنگور سخت موله در نماز گفت ای میر من ای بنده نواز تو بر این دکان زمانی صبر کن تا گذارم فرض و خانم لمیه کن تمامه ابیات همین سه بیت پر از نکته است شما میتونید در زندگیتون استفاده کنید به محض اینکه شما به عنوان من ذهنی در سطح فهمیدن میفهمین که بلاها رو خودتون سر, سر خودتون آوردین با مرکز همانیده و یه نهیبی میزنیم به خودتون آقا این چه کاری من میکنم آخه من دارم زندگی خودم رو خراب میکنم سنگور بیدار میشه بعد بلافاصله سنگور متوجه میشه که مسجدی وجود داره در راه مسجد چه همین فضای گشوده شده مسجدی بر ره بود و بانگ سلا بانگ سلا میتونه هم به معنی نماز باشه هم همینچه سلا به معنی که شما فضا رو باز میکنید زندگی شما رو از غیب رونمو سلای زد و برفت که این راه کوتاه هست اگر نیست پا روا پس بنابراین دایما زندگی ما رو صدا میکنه همه رو صدا میکنه امروز گفت فرق نمیکنه از چه جنسی باشه شکل سطحیش چی باشه خداوند صدا میکنه حالا چه بانگی نماز بگین چه نماز هم چه نماز یعنی فضا رو باز کنی باز نگه داری مرکز را عدم کنی عدم نگه داری نماز یعنی اتصال به خداوند مسجدی بر ره بود و شما حالا میدونید مسجد کجاست مسجد همین فضای گشوده شده است و بانگ نماز حالا آمدن در گوش سنگور به گوش امیرم اومد؟ نه به گوش سنگور اومد در راه به محض اینکه راه افتادن فورا میخوان برن کجا حمام یعنی بلا من ذهنی شما متوجه شد باید شستشو بده اینها رو بلا فاصله سنگل بیدار شد بلا ببین وقت طرف کنه متوجه شد که یه مسجدی هست اینجا و بانگ با نماز میاد حالا اینم باید نماز بخونه یا حالا یکی دعوت میکنه که بره اون تو مسجد و گوش سنگور اومد در راه اما سنگور یه خاصیت خاصی داشت و سنگور شما هم داره بسیار موله بود موله یعنی حریص آزمند سلام مخفف سلات به منی نماز هست میتونه سلام به منی دعوتم باشه فرض یعنی چیز واجب لازم درسته حالا ببینید سنگور چجوری رفتار میکنه شما هم باید مثل سنگور رفتار کنید بود سنگور سخت موله در نماز یعنی چی؟ یعنی اصل شما امتداد خدا در شما بسیار علاقمند به رفتن به سوی خدا نه به سوی دنیا به سوی خداوند اما چرا میریم به سوی دنیا به زور شما میدونید برادرها یوسف یوسف رو به چاه میاندازن پدر مادرها مردم به طور کلی جامعه چون من ذهنی دارند کسی که تازه رسیده که سخت موله در نمازه یعنی میل داره این یعنی چی؟ یعنی ما به عنوان امتداد خدا علاقمندیم زنده بشیم و بینهایت و ابدیت او مشتاق هستیم ما مشتاق نیستیم که همانیده بشیم به درد بیفتیم این اشتباهی است که سر ما میاد به خاطر اینکه جمع اینطوری زندگی میکنند و جمع این سبک زندگی رو جلوی پای ما میذارند پس ما حالا با این نیم میفهمیم که سنگور بسیار حریص بوده به اینکه به طرف بینهایت و ابدیت خداوند بره به اون ور بره نه به این ور به دنیا حالا ببینید چه جوری حرف میزنه با احترام با امیرش یعنی شما به عنوان سنگور فضای گشوده شده با من ذهنیتون باید محترمانه حرف بزنید گفت ای امیر من ای بند نواز شما به عنوان امتداد خدا به من ذهنی تو میگیم بند نواز نمیگیم فلان فلان شده تا حالا ما رو اسیر کردی این بلاها رو سر من آوردی نه با اخلاق خوب با فضا گفت ای میر من ای بند نواز تو بر این دکان زمانی صبر کن این اصطلاح دکان رو به دکان ذهن که در اونجا ما خودمون رو میفروشیم بله من از تو برترم من دانشمندترم من از تو خوشگلترم من از تو قویترم پولم بیشتره میخوام خودمون رو بفروشیم توجه و تایید مردم رو جلب کنیم و خودمون رو بفروشیم نمیگه دکان تعطیل کن میگه تو در این دکان یه مدتی صبر کن ای بند نواز تا من که نوکر تو هستم یک کار واجبی رو انجام بدم و اون کار واجب رو لمیکن مینامه لمیکن همونطور که میدونید آیه قرآنه منظور از لمیکن که من به خودم تلقین کنم من بی نظیرم من از جنس خدا هستم خداوند نظیر نداره منم نظیر ندارم خب آیا برخورد شما به عنوان سنگور با امیرتون که من ذهنیه به این ترتیبی که اینجا تصویر شده یا دعوا دارین شما میدونید اگه دعوا کنید با من ذهنیتون فورا جذب من ذهنیتون میشی امیرتون میگه بیا بیرون نمیخواد نماز بخونی و شما مجبورین برید فعلا قدرتش بیشتره حالا ببینید چه روشی رو مولانا در داستان کوتاه به ما میگه پس تو نمیگه دکان تعطیل کن شما به عنوان امتداد خدا و ناظر که دو به دو داریم میرین با من ذهنیتون چجوری صحبت میکنید نکنه بد, اخلاقی میکنید مقاومت میکنید میدونید مقاومت یعنی ذهن اگر فوش بدیم به خودتون فورا میریم به ذهن اگر توهین کنید به خودتون که من حیوان چرا اینو نمیفهمیدم چطور نفهمیدم سرم کلا اینا همه چیه توهین به امیره باید بگیم بنده نواز پای میگه ای محترم و شما به من زینه تو نمیگین دکان تعطیل کن جمع کن آقا خانم این چه دکانی من باز شد اینطوری نمیگین به عنوان ناظر به زن تو میگین دکان و دایر نگه دار با دکان کاری ندارم من یه چند وقتی اینجا سب کن تا اینجا که مسجد فضا رو باز کردم چون اون فضای گشوده شده رو نمیشناسه امیر نمیشناسه تا من اینجا اون کار واجب رو انجام بدم و لم یکن رو بخوانم لم رو بخوانم مولانا نمیگه برم نماز بخونم یه لم یکنو. یعنی این لحظه مرتب به خودم تلقین کنم با فضاگوشایی که من نظیر ندارم من نظیر ندارم من خودم با کسی مقایسه نمی کنم نظیر ندارم نظیر ندارم نظیر ندارم لحظه به لحظه لم یکون رو میخونه خب این کار او رو از مقایسه در میاره مقایسه در آمدن یعنی داره از زیر یوغ امیر میاد بیرون امیر خبر نداره تو خون نشسته وای نوکر من رفته این تو نماز بخونه حالا میاد بیرون دیگه در واقع سر امیرش داره کلا میذاره منتها به زبان امیر بهش صحبت میکنه که محترم. پای میگه ای محترم بعد حالا اجازه بدیم بخونیم قرار نیست خیلی تاکید کنیم بر میدونین لم از اینجا اومده به نظر من میگه و نه هیچی از مثل و مانند و همتای اوست درسته شما میدونید در نماز مسلمان ها اینا می یعنی میگن که هیچ موجودی در این جهان شبیه که ذهن بتونه نشون بده خداوند نیست من هم که از جنس الستم از جنس خداوندم پس منم نظیر ندارم پس این مقایسه من با دیگران مال همین امیر بوده و یه عیبی بوده در من بوده من اینو پیدا کردم میخوام رفت کنم امیرم خبر نداره امیر تو دکان نشسته همون فکر و خیالات خودشه توجه میکنین چون امام و قوم بیرون آمدند از نماز و ورده ها فارغ شدند سنگر آنجا ماند تا نزدیک چاشت میر سنگر را زمانی چشم داشت گفت ای سنگر چرا نایی برون گفت می نگذاردم این زوفنون حالا این بیت اول خیلی مهمه میگه امام و قوم بیرون اومدند امام کسی است که در عالم ذهن مورد تقلید ما صاحب منصبه قوم هم که بقیه مردمن پس یک امام هست یه دونم قوم قوم که جمعه نیروی خیلی زیادی داره اصلا جمع میگه من حقیقتم شما نگاه کنید این همه میخونید ولی نیروی جمع اینقدر زیاده حتی اسمش تقلید نیست این تقلید از جمع اصلا جمع نیرو داره در, در فضای ذهن در دکان درسته شما این همه مولانا میخونید بعد میرین عین جمع عمل میکنید بگیم چرا این کار رو میکنیم همه دارن میکنن ای بابا این همه مولانا خوندیم بعد میگه این کار نکن ولی نیروی جمع زیاده زیاد که خیلی زیاده به طوری که دانش ما رو و یادگیری ما رو تقریبا بی اثر میکنه الان امیر میخواد استفاده کنه از امام و قوم خلاصه میخواد به این بگه که اصلا الان نگاه کنید شما ممکنه بگیم من خیلی خوب میخوام ببینم که به طور کلی جمع مولانا میخونند مگه به حضور رسیدند من چرا برسم این استدلال امیر دیگه تو زین خیلی هم راحت شما خودتون رو میتونید قانع کنید امام هم یه آدمی که خیلی ها دنبالشن امام خاصی نیست در اینجا مولانا دو تا خاصیت ذهن داره میگه یکی کسی که اتاریته است قدرت داره به لحاظ معنوی مردم معتقدن بهش که چشم بسته حرفش رو قبول میکنن یکی هم کل جمعه که دنبال این میرند میگه این دوتا خیلی مهمه شما نباید توجه کنید چون امام و قوم بیرون آمدند و از نماز و وردها فارغ شدند پس بنابراین امام و قوم به طور کلی جمع و یک صاحب منصب ممکنه تو فضای مسجد نمونه حافظم میگه دیگه دلق ما بود که در خانه خمار بماند صوفیان واسه تدند از گرو می همه رخت دلق ما بود که در خانه خمار بماند خمار یعنی خداوند یعنی همه دلق ذهنشون و من رو گذاشتن خانه خدا این فضای گشوده شده می گرفتن ولی همه پس گرفتن غیر از من من هنوز دلقم من ذهنیم پیش خداوند ازش می میگیرم توجه میکنین این هم همینه میگه که پس این بیت میگه که شما نباید بیرون بیاین مثل سونگور شما نباید بگین که مولانا اگر خوب بود فلان مولانا شناس رو ببین نباید اینو بگین اگه بگین دارین از صاحب منصب پیروی میکنید به خاطر قدرتی که اون شخص داره قدرت هم مردم یه قدرت پوشاریست که احتمالا مردم بهش دادن مردم یکی علم میکنن میرن دنبالش اون هم خودش هی میکشه بالا مردم هم هل میدن بالا یه دفعه از بالا میفته همه چیش میشکنه این کارو نمیکنیم ما یعنی قصه اینو می نمیگه چون امام و قوم بیرون آمدند از نماز و وردا فارغ شدن سنگور آنجا ماند تا نزدیک چاش تا زور تا زور چی آفتابش اومد بالا آقای امیرم دکون نشسته فکر میکنه سنگور میاد بیرون نوکرش با هم میرن مثلا حمام باورها که باورهاشون عوض کنند درسته سنگور آنجا مان تا نزدیک زور میر سنگور را زمانی چشم داشت منتظر م... سن... میر منتظر سنگور بود بیاد بیرون هی نگاه میکه که آقا چه میای بیرون آخه بس چرا نمیای بیرون م... مواظب بود که میاد منتظر بود نگران بود این چه میاد ولی سنگور فضا رو باز میکرد هی hey, لم یکون رو میخوند هی hey, میگفت من نظیر ندارم من نظیر ندارم من از جنس خدا هستم خدا نظیر نداره من هم نظیر ندارم فضا باز میشد باز میشد باز میشد خب این کار که میکرد تا زور زور یعنی طبق این غزل رسید آن شهر رسید آن شهر داره یوسف از مرکزش میاد بالا خورشیدش داره میاد بالا خورشید داره نورش رو مستقر میکنه یعنی خداوند داره مستقر میشه یواش یواش در دل سونگور سونگور داره به خداوند زنده میشه من ذهنیش هم که بیرون نشسته منتظره داره ضعیفتر میشه چرا اینا همه از امیر داره چشیده میشه امیر هم به خیال اینکه تو توکن نشسته میر سونگور را زمانی چشم داشت چشم داشت یعنی منتظرش شد میاد بیرون گفت ای سونگور چرا بیرون نمیای؟ گفت این زوفنون منو نمیذاره به اسم خدا رو نمیبره کلمه ای نمیگه که اگر بار همانیدگی داشته باشه فورا از اونجا بیاره بیرون در غذر هم داشتیم گفت که اگر اون اومد چرا اسم جام ببری؟ اسم جام بردن یعنی من ذهنی به, صورتهای صورت های مختلف میتونه فورا بیاد مرکز شما مثلا یه درد ایجاد بشه مثلا شما یه کلمه به زبان بگید که دارای باره یعنی بار همانیدگی است مثل مثلا همین کلمه خدا مردم از خدا تجسم های مختلفی دارند همین کلمات برای همین اسم نمیبره گفت ای سنگور چرا بیرون نمیایی گفت برای اینکه این صاحب فنها نمیذاره زوفونون نمیگه خدا نمیذاره میگه زوفونون نمیذاره بعد پس میبینید پس شما اگر سنگورتون بیدار شده نه باید تقلید کنید اما فقط تقلید رو نمیگه شما ممکنه با کلمه تقلید موضوع رو تمام کنید تقلید رو نمیگه بلکه نیروی جمع رو میگه و نیروی اوتاریته رو میگه که صاحب منصب بالا خیلی قدرت داره روی ما ما بعضی موقع چشم بسته حرف یکی رو قبول میکنیم نباید قبول کنیم سنگورتون باید تجربه کنید برای همین من میپرسیدم که رسید آن شهر رسیدان شهر شما رسیدن شاه رو چجوری تجربه میکنید پس اگر کسی در فضای یکتایی نماند و صاحب منصبم هست قومم نموندند شما باید بمونید نه تقلید میکنید نه نیروی جمع و نیروی صاحب منصب روی شما اثر میذاره تا کی تا ظهر اما زور آفتاب در اومده دیگه مستقیم میتابه آفتاب چاشت مستقیم میتابه یعنی چی؟ یعنی تقریبا میر به صفر رسیده سایه ندارین شما دیگه میر مدتی منتظر شد و گفت چرا نمیای بیرون؟ گفت این نمیذاره من بیام بیرون درسته؟ بعد ببینید چقدر با احترام دوباره با امیر صحبت میکنه صبر کن نک آمدم ای روشنی بهش میگه روشنی صبر کن نیستم غافل که در گوش منی گوش منی یعنی منتظر منی هفت نوبت صبر کرد و بان کرد تا که آجز گشت از تیباش مرد پاسخش این بود می نگذاردم تا آیم هنوز ای محترم ببینید به جوری سنگل با امیر یعنی من ذهنیش صحبت میکنه، ای محترم ای روشنی من میدونم که منتظر من هستی و هر هفت نوبت هم که صدا میکنه امیر سنگر رو یعنی قلامش رو این همش میشه صبر کن صبر کن تا بالاخره تیباش تیباش مرد یعنی تیباش سنگور تی باش یعنی و فریب یعنی تاخیر و درنگ یعنی هی من میام چشم دارم میام سب کن آخه من هنوز لم یکونم به اندازه کافی نشده نمازم تمام نشده آخه این نمیذاره بیام همش بهانه میآورد، پس بنابراین می که آیا شما هم با من ذهنیتون امیرتون اینطوری رفتار میکنید یا با خشونت میبینید لطافت و فضاگوشایی و حالت حتی با من ذهنی با عشق برخورد کردن که امروز چی میگو گفت که اسب سلطان اینو میخوره بله بودم کوهی شدم کاهی برای اسب سلطان را پس سنگور میگه صبر کن دارم میام ای روشنی ما به من ذهنی ما بگیم میگیم که ای تاریکی ای ظلمت ای جهل ای ناآگاهی آگاهی یکی از این کلمات به کار ببرید دوباره رفتی امیر شدی جذب امیر شدی زیر دستش قرار گرفتی صبر کن نک آمدم ای روشنی سنگور میدونه که امیر روشنی نیست شما میدونید هوشیاری جسمی هوشیاری مثل برق بوده درست مثل که به اونجا که میگفت که به عقل کودک رو میگه که به کتاب تن به کودک میگه تو دانشمندی نمیگی تو سواد نداری صبر کن نک آمدم ای روشنی نیستم غافل میگه غافل نیستم حواسم هست اینم یه احترامه میگه من حواسم هست تو منتظر منی ولی توجه کنی این که تا اونجاست و فضا باز میشه باز میشه امیر داره ضعیف میشه چون تمام انرژی از امیر جذب میشه ولی که که میگفت که هر که بخت آمد که سال رخت آمد سلیمانی به تخت آمد برای عزل شیطان را ما داریم شیطان رو که امیره داریم عزل میکنیم منتها با عشق شما مثل داریم به من زینی میگیین میگین قربونت برم ای روشنی تا حالا زندگی منو اداره کردی بعد از این دیگه نکنید منتها خیلی به من خدمت کردین دست شما درد نکنه و خودت هم که میدونی به درد افتادی منو تو بیدار کردی دیگه الان موقع خدافزیه با هم خداووزی کنیم با همدیگه را ببوسیم و دیگه همدیگه رو نبینیم صبر کن تا آمد ای روشنی نیستم غافل که منتظر منی حالا به نظر میاد مولانا میگه که هفت نوبت اگر یه چیزی شما را از بیرون صدا کنه و شما جواب نشنوه شما از شر رو اون راحت میشید هفت نوبت یه شهوتی یه همانیدگی شما رو صدا میکنه میگه من بیام بیام مرکزت بر حسب من عمل کن من اینجا هستم ها بیام 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 شما میگین که صبر کن حالا صبر کن و بالاخره عاجز میشه از اشوه و ناز و فریب سنگور من ذهنی خسته میشه دیگه صدا نمیکنه یعنی یه شهوت هفت بار شما رو صدا کنه و شما نرین که خسته میشه ول میکنه میره دنبال کارش من ذهنی کلا هم همینطوری این داره میگه که اگر حالا هفت ممکنه واقعا نباشه هفت عدد جالبی است ممکنه واقعا مولانا هفت واقعا هفت بگه که اگر من ذهنی شما رو هفت بار صدا کنه نرین به طور کلی رفت دیگه پس پاسخ سنگورم بود که نمیذاره بیام هنوز ای محترم این نمیذاره من بیام بیرون ای محترم توجه کنی به صحبتش و ببینیم چی میگه گفت آخر مسجد اندر کس نماند چیت و دارد آنجا کت نشاند گفت آن که بسته است از برون بسته است او همه را در اندرون آن که نگذارد تراکایی درون می به نگذارت مرا کایم برون این امیر میگه امیر در دکون نشسته یادتون باشه میگه که و کسم میبینه فکر میکنه آدم باید اونجا باشین و بگیره نگه داره این رفته به مسجدی که آدم میره توش میگه توی مسجد کسی نمونده هم قوم اومدن بیرون هم امام چی گرفته نگه داشته چه نشانده اونجا بعد جواب باز هم نمیگه خداوند یا عشق یا هیچی گو اون کسی که اون چیزی که شما را از بیرون بسته من هم در درون بسته اسم نمیبره کلمه نمیبره میدونه اگه کلمه ببره کلمات آغشته به بار ذهنی هستند ممکنه که مرکزش رو آلوده کنند و فورا جذب امیر بشه و تمام زحماتش هدر بشه آنچه نگذارد تراک هایی در اون که نمیذاره تو بیرون بیایی من هم نمیذاره بیرون بیام اونی که نمیذاره تو را درون بیایی بخشید منو نمیذاره بیرون بیام اسم یا کلمه نمیبره دوباره میگه آنچه نگذارد منظورش همه زندگی خداست آنچه نگذارد که از این سو پانهی یعنی من ذهنی رو که در دکان نشسته نمیذاره تو بیاد از غیرت اما از طرف دیگه اون کسی که فضا را باز کرده نمیذاره بیرون بره آنچه نگذارد که از این سو پانهی او بدون سو بست پای این رهی این رهی میتونه غلام باشه یا رونده راه حق بعد میگه ماهیان را بر نگذارد برون خاکیان را بر نگذارد درون اصل ماهی آب و حیوان از گل است هیلو و تدبیر اینجا باطل است هر سه بیت مهمه کلمه نمیبره نمیگه خدا نمیگه زندگی نمیگه عشق چون این کلماتی است که بار دارند و آدم به ذهن میبرند میگه اون که نمیذاره به این سو پاتو بذاری یعنی به این فضای گشوده شده او منو بسته به این فضای گشوده شده چون من هر لحظه میگم چی لم کنم میکنم و تنها چیز واجب برای من اینه که من هر لحظه به خودم القا کنم که من نظیر ندارم چون اگه نظیر داشته باشم میرم ذهن چون نظیرم رو باید با ذهن بسازم من ذهنی نظیر داره میگم شما اینقدر پول داریم منم اینقدر پول دارم با هم مقایسه میکنیم بر اساس پول شما مردی منم مردم پس قابل مقایسه هستیم درسته شما اینقدر سواد داریم منم اینقدر سواد دارم چون با سوادمون همانیده هستیم هر دو به من ذهنی داریم پس مقایسه کنیم ببینیم کی با سواد تره ولی این میگه هر لحظه من نظیر ندارم از جنس خداوندم هستم خداوند نظیر نداره پس آنچه نگذارد که از این سو پا نهی او بدین سو بست پای این رهی آیا شما این کارو میکنید فضا را باز کنید برین اون تو تا زور بمونید نگاه نکنید به امام و قوم تا آفتابتون بیاد بالا و اگر من ذهنیتون میگه بیا بیرون بیا بیرون بیا بیرون بیا بیرون من ذهنی چجوری آدم رو صدا میکنه یه درد بالا میاره میگه یه کلمه بگو همون کلمه ها با هم یاد گرفتیم ما یه درد بالا بیار یه چیزی به یاد آدم میاره یه سبب سازی مجبور میکنه آدم سبب سازی بکنه کافیه یه چیزی رو هول بده به مرکز ما تمام شد ما رفتیم بیرون دیگه برای همین سنگور مواظبه، آنچه نگذارد که از این پا نهی او بدون سو بس پای این رهی ره و الان نتیجه گیری میکنه ماهیان کسایی هستن که میگن من نظیر ندارم فضا رو باز کردن و در این بحر یا آسمان گاهی اوقات مولانا میگه آسمان گاهی اوقات میگه دریا این فضای گشوده شده رو پس شما اگر نظیر نداشته باشین از جنس زندگی بشین مرکزتون عدم باشه میشین ماهی در دریای یکتایی دارین شنا میکنین و بنابراین خداوند که همون دریاست نمیذاره بریم بیرون ماهیان را بر نگذارد برون اما کسایی که همانیدگی دارند من ذهنی داره اینا خاکی هستند خاکیان را بر نمیذاره تو تو بیاند ماهی از هوشیاری ساخته شده ماهی از جنس خداونده ماهی اصل ماهی آب ولی حیوان از همانیدگی است حیوان من ذهنی است ماهی الست ماست سنگوره که فضا رو باز کرده یادمون باشه ابتدا امیر سنگور رو بیدار کرده پس امیر شما میتونه با خوندن اینها سنگور رو بیدار کنه اصل ماهی از آب و من ذهنی از گل همانیدگی است حالا هیله و تدبیر در ذهن یعنی فکر کردن بر حسب همانیدگی ها و دردها ها و چهار جویی بر اساس سبب سازی اینجا باطله نمیشه شما فضا را ببندی فقط فکر کنید بر حسب همانیدگی ها فکر کردن بر حسب همانیدگی ها که اسمش سبب سازی هیله است و عقل اون تدبیر ماست اینجا باطله یعنی به درد سنغر نمیخوره که تا ظهر در این فضا بمونه از شما با فضاگوشایی فضاگوشایی مادر لمیکن هم هست لمیکن به لفظ نیست به, به،, به،, به حرف نیست و لمیکن یعنی من نظیر ندارم باید فضا باز بشه اگه فضا باز بشه از جنس فضای گشوده شده بشی که اصل ماهی آب بشه شما از جنس هوشیاری بشی نظیر ندارید درست مثل که دوباره با یه اقدامی شما از جنس خدا میشین و اون فضا گشاییه درسته و از اینجا میگه که این قفل و همین قفل من ذهنی رو همانیدگی رو هیچ چیز غیر از فضاگوشایی و کمک خدا باز نمیکنه. این بیت بسیار بسیار مهمه امیدوارم این قصه را شما بخونید و تکرار کنید تا قصه به اصطلاح زندگی شما رو و شکل معنویت شما رو برای شما تعیین کنه قفل زفت دست و گشاینده خدا دست در تسلیم زن و در رضا ذره ذره گر شود مفتاح ها این گشایش نیست جز از کبریا چون فراموشت شود تدبیر خیش یا بیام بخت جوان از پیر خیش این قفل من ذهنی که همانیده شدیم و الان داریم بر حسب همانی دیگه ها میبینیم و سبب سازی میکنیم و باور پرست شدیم و داستان ساختیم داستان های تخیلی خودمون رو باور کردیم بر حسب اونا زندگی میکنیم و خروپ هستیم این قفل بسیار محکم است فقط این خدا باز میکنه و برای این کار باید شما فضا گوشایی کنید او رو بیاریم مرکزتون شیطان عزل کنید قصه چی میگفت حالا یاران که بخت آمد جهی رخت آمد سلیمانی به تخت آمد برای عزل شیطان را شما با شیطان میخواین این قفل رو باز کنید شیطان این قفل رو درست کرده باش نمیتونیم باز کنیم قفل بسیار سفت و سخت گشایندش فقط خداست خدا هم به صورت مرکز عدم و فضای گشوده شود شده میاد به مرکز شما پس بنابراین دست باید در تسلیم بزنین تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن که شما را از جنس هوشیاری اولیه هوشیاری الست میکنه رضا هم یعنی شما هیچ اعتراضی در این لحظه ندارید چون کمترین اعتراض شما را از جنس امیر میکنه از فضای باز شده می اندازه بیرون دست در تسلیم زن و در رضا بسیار مهم رضا نیست رضا نیست مردم ناله میکنن شکایت میکنن با روش من ذهنی فکر میکنن که باید یه موقع دست بالا بیفتن یه موقع پس نیفتن با خداوند طلب بده کار کردن طلب کار هستن ما رو به این روز انداختی اگه خدا بود که اصلا اینطوری نمیشد این قصه ها قصه های من ذهنیه دست در تسلیم زن و در رضا رضا به عبارتی یعنی شما میگین اتفاق این لحظه که طراحی شده به وسیله خداوند بهترین اتفاق من باید فضا کنم و عقل و خرد رو از اونجا بگیرم توجه کنید ضمن این که سنگور در مسجد فضای گشوده شده است لمیکن میکنه یعنی فضا رو باز میکنه دائما از جنس خداوند میشه به سن و طربم دست میزنه امیر طرب نمیشناسه امیر از جنس قصه است در نتیجه مرتب دوست داره که او را بکشه بیرون و از جنس قصه بکنه و درد بکنه ولی عاجز میشه از اینکه با لطافت و عشق سنگور با امیرش برخورد میکنه با احترام خوب باید بخونیم ببینیم ما هم میتونیم این قصه را در زندگیمون اجرا بکنیم میگه اگر تمام ذرات عالم قفل چرید بشند این قفل من ذهنی انسان رو نمیتونم باز کنند. فقط خداوند میتونه باز کنه ذره ذره گر شود مفتاح ها مفتاح ها یعنی چلید ها، تمام ذرات عالم چرید بشند شما اینها رو بگیرین بندازین که از جنس ذهن هستن اینا کلیدهای ذهنی نمیتونن این قفل رو باز کنند. کلیدهای ذهنی محکمترش میکنند. این گشایش نیست جز از کبریا امروز در غزل داشتیم. رسید آن شهر رسید آن شهر بیارایید ایوان رو. رو باید آراسته کنید شاه رو به مرکزتون را بدید و مسجد رو در درونتون ایجاد کنید بذارین اون با غذا و کنفکان با سن طلبش در درون شما کار کنه کبریا یعنی خداوند بعد میبینین که میگه اگر تدبیر من ذهنیت یادت بره با من ذهنیت اصلا تدبیر نکنید دیدی که در اون دایره عقل داریم حسامنیت داریم هدایت داریم قدرت داریم هیچ کدوم از اونها را اگر از جسم نگیری از عدم بگیری چون فراموشت بشه عقل من ذهنید تدبیرهای اون با سبب سازی و موقع اون بخت جوان بخت جوان یوسف که همیشه جوانه اصل شما الان داره زنده میشه زور شده آفتابت که اومده بالا از درونت یا بیان بخت جوان از پیر خیش پیر شما در اینجا خداونده با فضای شده شده ما بخت جوان نداریم بخت فرسوده داریم بخت ما همون همانیدگی ها هستند. خلاصه بله چلید های آسمان ها و زمین نزد اوست امروز هم که هم خوندیم گفت که راه ها در آن آسمان هست کلید های فضای گشوده شده که فضا باز بشه و مشکلات زمین ما فرم ما چجوری باز بشه راه حل های چالش های ما نزد خداوند با فضای گشوده شده به صورت سن در ذهن شما ظاهر میشه چون فراموش خودی چون فراموش خودی یادت کنند بنده گشتی آنجا آزادت کنند ببینیم بنده را امروز چندین بار خوندیم در غزل داشتیم سخن باد است ای بنده کنند دل را پراکنده ولی اوش فرماید که گرد آور پریشان را بله غزل کلا توضیح بندگی رو میداد اگر من ذهنی تو فراموش کنی خودتو فراموش کنی هم مردم هم خداوند شما رو یاد میکنه تمام موجودات عالم به شما کمک میکنند اگر با من ذهنی عمل نکنی اگر بنده بشی بنده چیه تسلیم و رضا داره در این لحظه شما اگر رضا بدین به اتفاق این لحظه و فضا رو باز کنید و بدونید در سطح ذهن بدونید که این بهترین اتفاق که زندگی برای من ترک کرده به جای ناله کنم شکایت کنم خشمگین بشم فضا باز کنم بنده بشم و رضا داشته باشم اون موقع ما رو آزاد میکنن از خداوند وقتی به ما توجه میکنه یا از انایتش برخوردار میشیم که من ذهنی رو فراموش کنیم و امیدمون با فضاگوشایی به او بشه بنده بشیم شما اولا بفرمایید بنده هستید از خودتون بپرسیم به خودتون جواب بدین اگر من ذهنیتون مرتب میاد بالا نه بنده نیستید امروز دیدیم که گفت من فقط به دل نظر میکنم به شاهد نظر میکنم فقط با اون صحبت میکنم بنده گشتی اگه بنده بشی اون موقع ما رو آزاد میکنند تا بنده نشی ما رو آزاد نمیکنند از حالا تا قیامت هم ناله بکنیم شکایت کنیم رضا نداشته باشیم هیچ اتفاقی نمیفته قفل زفتر میشه خب این قصه به پایان رسید امیدوارم مفید بوده باشه اجازه بدین بررسی مختصری هم ابیات رو بخونیم رسید آن شهر رسید آن شهر بیا راید را ایوان را فرو برید بر ساید ها برای خوب کنان را این بیت خوندیم چند بیت میخونیم البته این شکل هم ببینید بیشتر مردم در افسانه من ذهنی هستند آن شاه با عنایتش میرسه و ایوان رو آرایش نمی کنند ایوان می تمیز نیست پر از همانیدگی است و حاضر نیست ساید رو ببره هیچ کدوم از این نقطه چین ها رو از مرکزش بیرون بندازه ولی این یکی حقیقت وجودی انسان چرا این آدم متوجه شده که شاه رسیده و داره میرسه من باید ایوانم رو تمیز کنم مرتب فضاگشایی میکنه مرکزش رو عدم میکنه پذیرش داره رضا داره در این لحظه شادی بی سبب می از مرکزش و هر لحظه به سن و طرف دست میزنه بله و هوانش میکنه یعنی شناسایی میکنه همانیدگی رو میاندازه بله و این بیت خوندیم اول و آخر توی ما در میان هیچی هیچی که نیاید در بیان اول به صورت الست اومدیم پس از داستان سنگور که بنده شدیم و آزاد شدیم آخر سر اون میشیم وسط گفتیم این من ذهنی که فعلا به صورت امیر زندگی ما رو کنترل میکنه این هیچی هیچه درسته نور برق برای رهبری ما نیست من ذهنی تو شما هیچه هیچ هیچ بگیرید دربارش اصلا حرف نزنید این سبک زندگی که ما داریم آویزون میکنیم چیزها رو از خودمون به دیگران نمایش میدیم خودمون رو میفروشیم من دانشم بیشتر از شماست اینا هیچه هیچه اینا سبک زندگی با من ذهنیه گفت این شبیه یک جرقه است در زندگی شما این جرقه هم نور نداره هرچه زودتر اینو خاموش کنید برین دنبال عقل زندگی اوست اول و آخر و ظاهر و باطن او به هر چیزی داناست همینطور که میدونید این بیت از آیه قرآن اومده اول توی اول و آخر توی ما در میان هیچی هیچی که نیاید در بیان بله و اینم هم می دونید که خود ندارم هیچ به مرا که زه وهم دارم است این صد انا میدونید ما به عنوان الست هیچی نمیتونیم داشته باشیم هیچ چیز که ذهنشون میده حال ما رو نمیتونه خوب کنه بسیار مهم این بیت شما باید بدونی من به عنوان همین سنگور که داره لم یکم میکنه میگه من داره به اعتبار میگه من هیچی ندارم دیگه همه اون چیزهایی که امیر داشت بر اساس اونا امیر شده بود شیطان از جد دیدین چه اتفاق افتاد شاید من نگفتم امیر در دکان خوش شد وقتی خورشید اومد بالا امیر ناامید شد پس از یه مدتی خسته شد خوش شد من ذهنی شما خوش میشه چون آب از توش کشیدیم بیرون آب زندگی شما بود که جذب امیر شده بود چه زندگی شما رو کنترل میکرد به عنوان سنگور من الان این درک رو به خودم میدم که من به عنوان امتداد خدا که از جنس سون هستم از جنس شادی هستم هیچ چی در این جهان ندارم که حال منو بهتر از این بکنه که هستم اگر حالم خراب بشه به علت اینکه همانیده شدم یادمون باشه هیچ چیز که ذهن میده حال منو خوب نخواهد کرد اتفاقا از این وهم که چیزی دارم و میتونه حال منو خوب کنه این صد تا درد و رنجو دارم این بیت میشه مثلا صد بار دویست بار بخونید مطمئن باشین که میفهمید که به عنوان الست یک جنس خدا اصلا ذاتتون شادیه هر چی شما میگی من اینو دارم و ازش میخواین شادی بکشین این شادی کم میشه آخر سر از بین نمیره ولی تبدیل به خوشی میشه و اگر شما تو این وهم باشین که من چیزهامو زیاد کنم تا حالم خوب بشه تا قیامتم خوب نمیشه چیزی که ذهن میده حال شما رو خوب نمیشه نمیکنه پس بگیم من چیزی نمیتونم داشته باشم که حال منو خوب کنه بعد اون موقع از وهم ممکنه شما بیدار بشیم مثل سنگور همه خلق در کشاکش تو خراب و مست و دلخش همه را نظاره میکن هل از کنار بامی خب داریم راجع به ایوان صحبت میکنیم شما دنبال مردم نمیرین میبینین در مردم در چالشن چالش همانیدگی ها میخوان چیزها را بیارن در وم به مرکزشون بذارند و زندگیشون بهتر کنند حالشون رو خوب کنند شما میدونین اشتباه دارن میکنند همه خلق در کشاکش اما تو فضا را باز کردی خراب و مست و دلخوش هستی پس میرین از اون بالا مردم رو تماشا میکنید ولی مثل مردم عمل نمی کنید. این بام یه جای بلندی است هرچی شما فضا را بیشتر باز می کنید از کردم به چندین جور این تجربه میشه که مولانا میگه یکی اینقدر بالاست که دست هیچ به شما نمیرسه یکی اینقدر ریشه داره که واکنش نشون نمیدید یکی اینقدر بزرگه اصلا در به اصطلاح نمیشه اندازه گرفت یعنی هیچ موقع کوچیک نمیشین شما هر چقدر بخوان کوچیک کنن شما نمیشین هر چقدر هم کوچیک بشین بازم کوچیک نمیشین مثل اقیانوس گر به جهل آییم آن زندان است، و به علم آییم آن ایوان است. اگر ما به جهل من ذهنی بریم میفتیم به زندان خداوند اگر فضا را باز کنیم علم او را پیدا کنیم اونجا ایوان است. واضح دیگه نه اینا رو میخونیم که شما بدونین وقتی میگه بیارایید ایوان را ایوان کجاست خونو کندم که نشینیم در ایوان من تو به دو نقش و به دو صورت به یکی جان من تو ببینید این چقدر گویاست برای همین غزل ما خوشا با حال اون لحظه ای که من تو یعنی همه انسان ها من و تو بفهمیم از جنس الست هستیم از جنس خداوند هستیم فضا را باز کنیم در ایوان فضای گشوده شده یه ایوان بیشتر نیست بشینیم نقشمون هیکلمون باورهامون نمیدونم هر چیز که چی ذهنشون میده در انسان اینا متفاوت باشه به دو نقش و به تو صورت اما با یک جان اون یک جان چیه الست ماست خداییت ماست ما همه از جنس او هستیم توجه میکنین که این الست در چیز مولانا خیلی خیلی مهمه اساسی هستن از اینجا شروع میشه که ما از جنس خداوند هستیم الست یعنی ما از جنس خداوند هستیم ما از جنس زندگی هستیم خب کسی اگه خداوند رو قبول نداره میگه من این کلمه رو خوشم نمیده ما, ما از جنس زندگی هستیم شما نمیتونید زندگی رو انکار کنید زندگی شما زنده هستین الان حرکت میکنید نمیتونید بگین زندگی نیست آقا بحث کنیم خداوند هست یا نیست نه ما به این بحث نمیتونیم بریم شما زندگی رو که قبول دارین که زنده هستین درسته به جان زنده زندگی که هیچ وقت نمیمیره و ابدیه بشینیم زنده باشیم اما نقشه های متفاوت ما هیچ اهمیتی نداشته باشه کی وقتی در اون ایوان میشینیم در شهر مست آیم تا جمله اهل شهر دانن که این رهیز گدایان و کوی نیست پس فضا را باز میکنم مست میایم در این شهر وجود هر کی منو ببینه میفهمه من مست چیزا نیستم پس من گدای این دنیا نیستم در ذهن گدا نیستم پس معلوم میشه کسی که در من ذهنی داره در ذهنی گداست اگر فضا را باز کنه مست باشه از جنس گدا نیست ما گدا نیستیم اون لمیکن که اون میخونه در اونجا یعنی داره صفات خداوندی هم به, خو، به خودش تلقیم میکنه و بهش داری زنده میشه یکیش سمده سمد یعنی خداوند نیاز نداره ما هم چون امتداد او هستیم ما نیاز نداریم اصلا داریم همینا رو میگیم دیگه بیا هیچی نمیتونه حال منو خوب کنه پس من نیاز به چیزها ندارم دیگه من بی نیاز هستم توجه میکنین که نه اینکه من نیاز ندارم مثلا غذا بخورم یا به مسکن ما اینا رو نمیگیم ما که اینا نیازهای روانشناختی نیستن اینا یه سری نیازهای حقیقی داریم ما که نیاز به لباس هست و نمیدونم غذا هست و بهداشت هست و خونه هست و این چیزها اینا تعمیم میشه ما جداییم به خاطر نیازهای روانشناختی نیازهای من ذهنی که شما دیگه اینا رو میدونید وان که در اندر وهم او ترک ادب بی ادب را سرنگونی داد رب اگر شما ایوان تمیز نکنید فضا را باز نکنید در وهم بمونید شما ادب رو رعایت نکردید شما متوجه شده این که سنگور چقدر معدبه من خواهش میکنم این قصه را بخونید ببینید سنگور چقدر معدبه پس بنابراین کسی که به خداوند زنده شده با فضاگوشایی حتما معدبه هم پیش مردم هم پیش خداوند وهم داشتن در این لحظه یعنی دیدن بر حسب همانیدگی ها و سبب سازی بی ادبی در مقابل خداونده یعنی فرض کنید که یک خرد کل که تمام کائنات اداره میکنه میگه من الان میخوام شما شیطان عزل کن میخوام زندگی شما رو اداره کنم میگیم نه من با وهم خودم و با سبب سازی زندگی خودم رو اداره میکنم اونم میگه بفرما لحظه به لحظه خرابکاری میکنه این همون بیت که میگه بودن بی گمراهی در آمد عشق ناگاهی در وهم ذهن ما گمراه هستیم و این سه بیت ببینیم آیا ما این سه بیت رو بخونیم میفهمیم که ما در وهم من ذهنی صورتمون رو آرایش میدیم پیش کورا یعنی منهای ذهنی ما به خاطر جلب توجه منهای ذهنی من ذهنیمان رو آرایش میدیم و نشون میدیم به مردم اما پیش خداوند و پیش بینایان حدث و کسافت رو به رویمون میمالیم بینایان و خداوند میدونه که این همانیدگی ها رو به روی ما مالیدیم برای جلب توجه مردم این وهمه داریم میگیم که نه تنها ایوان رو تمیز نمی کنیم رسیدان شهر رسیدان شهر ببینیم به چه کاری مشغولیم پیش بینایان کنیم ترک ادب نار شهوت را از آن گشتی حتب چون نداری فتنت و نور خدا بهر کوران روی را میزن جلا پیش بینایان حدث در روی مال ناز میکن با چونین گندیده حال ما نباید واقعا به این وضعیت بیفتیم پیش بینایانی مثل مولانا یا خداوند در این لحظه ترک ادب میکنیم میریم به وهم دیدن بر حسب همانیدگی ها و سبب سازی برای همین آتش شهوت چیزها در مرکزمون ما رو میسوزونه ما حتی یعنی هیزم هیزم آتش شهوت ما شدیم ما دائما در غم و قصه می سوزم. ما چون نور خدا یعنی نور هدایت زندگی در مقابل هدایت همانیدگی ها یکی خشمگی میشه کاری رو میکنه یکی فضاگوشایی میکنه نور خدا داره یعنی خداوند رو هدایت میکنه فتنت یعنی زیرکی و عقل یکیش مال فضای گشوده شده است یکیش هم که مال من ذهنیه که اون یکی مصنوعیه و هدایتش هم که مال درده هاست مال من ذهنی بنابراین میگه چون فتنت و نور خدا رو نداری فتنت زیرکی باهوشی بله یعنی نور خدا یعنی نور هدایت زندگی خداوند بحر کوران یعنی منهای ذهنی برو صورت تو آرایش بده چاد شعر بخون بگو من سواد دارم تا چند تا کور یا من ذهنی تو رو تایید کنند یعنی واقعا اینقدر ما جدای تایید و توجه مردمیم احترام مردمیم اما پیش بینایان پیش مولانا یا خداوند در این لحظه فضا رو ببند فضا رو بستن همونو کسافت بر روی مالیدن همون خرابکاری سبب سازی توهم درد یه کسی که وارد باشه میبینه که ما درد داریم و درد ایجاد میکنیم خرابکاری میکنیم در نتیجه کسافت رو بر رویمون بمالیم پیش خداوند یا مولانا و با این وضع گندیده حال تازه نازم بکنیم این من به تو احتیاج ندارم بله و این دو بیت من سبب را ننگرم کان حادث است زنگ حادث حادثی را باعث است لطف سابق را نظاره می کنم هرچان حادث رو پاره می کنم در م... دب... اینا برای اون بیت رسید آن شهر رسید شهر شما می دونید تمام همانیدگی ها و فرم های ذهنی که حادث هستن میتونن مایه سبب سازی بشند برای ما سبب ما از میخوایم از سبب سازی ذهن بیایم بیرون جمله قرآن هست در قطع سبب از درویش و عذاب بوله هبی هم چیزی حلاک بوله از درویش و حلاک بوله میگه همه قرآن برای این اومده که انسان از سبب سازی ذهن رها کنه که اصلا سبب سازی نکنه با ذهنش که درویش کسی که فضا رو باز میکنه اونو عزیز میکنه بزرگ میکنه بوله هب چیز فضا رو میبنده و سبب سازی میکنه او رو زمین میزن و میکشه ما همه از جنس بوله هب میخوایم بشیم میخوایم خروب بشیم من سبب را ننگرم کان حادث است زنگ حادث به سوی حادث میره هرچی ما سبب سازی میکنیم بر حسب حادث یعنی چیزی چی که ذهن میسازه ما باید فضا رو باز کنیم لطف سابق یعنی لطف خدا رو نظاره کنیم و هرچی که ذهن ساز و مایه سبب سازی میشه اونا تو پاره کنیم بله و این دو بیت هم بخونم در سطح گفتیم ذهن که ما میفهمیم هر هفته تقریبا اینو میخونیم این فهمیدن ما کافی نیست دانستن بر حسب ذهن کافی نیست تند است و چراغم ابتری زو بگیرانم چراغ دیگری او نکردیم فهم پس داد از غرر شم فانی را به فانی دیگر این باد حوادث تنده و چراغ ما هم که چراغ فهمیدن فقط سبب سازی ذهنیه این هم چراغ ضعیفیه که امروز گفتیم شبیه برقه رد و برق و این چراغ فهمیدن برای روشن کردن چراغ نظره و خوشبختانه ما الان بیتهایی رو یاد گرفتیم و میخونیم که در صد فهمیدن به شما کمک میکنه بالاخره بالاخره مثل امیر بانگی میزنی سنگور بلند شد من بس همه دیگه بریم حمام اون موقع شما آماده شدید به وسیله این چراغ فهمیدن یه چراغی که نظره اونو روشن کنید اما او نکردیم فهم معمولا انسان این فهم اینو نداره این فهمو پس داد از غرر شم فانی را به فانی دیگر پس از از به طور کلی انسان اینو نفهمیده الان هم نمیفهمه از روی گمراهی یه شم فانی رو از مرکزش بیرون میکنه یه شم دیگه میذاره مثل حمام رفتن امیر امیر میخواست بره حمام ذهن فکر میکنه که با سبب سازی و استدلال که شم فانیه میتونه حمام بره ولی در اینجا آدم شم فانی رو میده یعنی یه چیز آفل رو میده به جایش یه چیز آفل میذاره دیدی که مردم مثلا یه دوست دارند یه همسر دارن باش همانیده هستن از اون جدا میشن یه همسر دیگه پیدا میکنند باش همانیده میشن نمیفهمند که دیگه با همسر دومشون نباید همانیده بشن باید اون فضا رو باز نگه تا از اونجا زندگی بیاد توجه میکنین بنابراین یه شم فانی رو میدن یه شم فانی میگیرن دوباره میدن دوباره میگیرن دوباره میدن دوباره... در واقع جایگزین میکنن این اتفاقات میفته ما احساس فقدان میکنیم تا بفهمیم که چیزهای فانی رو در مرکزمون نذاریم و یه چراغ دیگه ای روشن کنیم که این چراغ فانی شبیه شمع اون چراغ اصلی شبیه چه شبیه خورشیده خورشیده مرغ جذبه ناگهان پر ز اوش چون بدیدی صبح شم آنگه بکش یواش یواش مرغ جذبه ما از این آشیانه ذهن میپره به عنوان سنگور و به محض اینکه صبح و دیدیم که دیگه داره باز میشه مقاومت نمی کنیم شم من ذهنی رو میکشیم تا اون خورشید بیاد بالا بله حضور